شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. امروز 12 مرداد ماه 1392 حسن روحانی دوران 4 ساله ریاست خودش رو بر دولت 11 آغاز کرد و با امضای علی خامنه ای رسما رئیس جمهور ایران شد. در مراسمی که به همین مناسبت در حسینیه امام خمینی تهران برگزار شد، روحانی سخنرانی کرد و گفت سنگینی بار این رأی و حکم تنفیذ رو احساس میکنه و از استبداد رأی و بستن دهان رقیبان و منتقدان به درگاه خداوند پناه برد. علی خامنه‌ای رهبر ایران هم در سخنانی کوتاه روحانی رو سیاستمداری آزمون شده خواند و از تلاش‌های محمود احمدی نژاد تشکر کرد. این مراسم به صورت زنده از تلویزیون ایران پخش شد. شما این مراسم رو دیدید؟ سخنان رهبر ایران و رئیس دولت 11 رو شنیدین؟ نظرتون چی بود؟ من و آرش سیگارچی امشب اینجا هستیم تا نظر شما رو در مورد مراسم تنفیذ حسن روحانی بشنویم. از همین الان میتونید با شماره 202-692-4360 با ما در تماس باشید یا از طریق اسکایپ به صورت صوتی و تصویری. همینطور میتونید در فیسبوک با من چت کنید و همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید، شماره تماس بذارید یا نظرتون رو بگید، ما برای شما میخونیم. یادتون نره در توییتر ما رو دنبال کنید. به برنامه روی خط خوش اومدید. سلام، وقت بخیر. آرش سیگارچی هستم و به همراه همکارانم در برنامه روی خط میزبان شما خواهیم بود. خب بحث امشب روی خط تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی است. ساعتی پیش مراسم تنفیذ یا امضای حکم ریاست جمهوری آقای روحانی در تهران برگزار شد، مراسمی که حواشی خاص خودش رو داشت. با این ترتیب دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید و از این پس حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران خواهد بود. وزیر کشور در مراسم امروز گزارشی داد از نحوه برگزاری مراسم. رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای هم حکم تنفیذ شده رهبر برای رئیس جمهوری جدید رو خوند. غیر از این دو، سخنرانی حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای بخش اصلی مراسم امروز بود، جایی که حسن روحانی از رأی پشت سر خودش دفاع کرد و گفت که برنامه‌هایی داره و البته رهبر جمهوری اسلامی هم ملایم‌تر از روزهای قبل نشان داد که چندان به مذاکره و مصالحه در عرصه بین‌المللی خوشبین نیست. در طول برنامه بخش‌هایی از سخنان رهبر و رئیس جمهوری جدید ایران رو پخش خواهیم کرد، اما می‌خوایم در برنامه امشب شما روی خط بیاید و نظرتون رو درباره مراسم امروز و اظهارات رهبر و رئیس جمهوری جدید ایران بیان کنید. روی خط امشب برنامه‌ریزی برای شنیدن صدای شما. همکارم رجا ملکی. آرش، این مراسم از چند منظر از نگاه تیزبین کاربران شبکه‌های اجتماعی دور نمونده بود. به هر حال یکی از نکاتی که خیلی از کاربران بهش اشاره کردن همین مراسم تنفیذ بود و همین که آقای خامنه‌ای حکم رئیس جمهور 11 در ایران امضا کرد و حواشی اون بود و البته همینطور پایان دوره 10 ریاست جمهوری و همینطور مباحث دیگه‌ای که در این شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شده بود، دو سخنرانی آقای خامنه‌ای و همینطور حسن روحانی بود که خیلی بهش پرداخته شده بود و سخنان کلیدی بود که از این دو سخنرانی کاربران درآورده بودن و بیشترین جمله‌ای که برای کاربران اهمیت داشت، در حقیقت شعر می‌شد، دست به دست می‌شد، این بود که آقای روحانی در سخنرانی خودش تعریفی داشت از اعتدال که همطور از مردم سالاری صحبت کرد به جای مردم سالاری دینی که این هم خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفته و همطور گفته بود که بگذاریم سینه ها از کینه ها پاک شود و همطور گفته بود بگذاریم سینه ها از قهر و آشتی خالی شود. این جملاتی بود که کاربران خیلی بهش توجه کرده بودن و دست به دست می‌کردن. همینطور یکی از جملاتی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن از حسن روحانی این بود که من به پشتوانه مردمی که خواهان تغییر هستند آمدم و دولت خواهد کوشید که داشا و نداشا و موانع پیش رو را با صراحت و صداقت به مردم بگوید. البته خیلی نکات دیگه هم بود از صحبت‌های رهبر و صحبت‌های حسن روحانی که دست به دست شده بود که حتما در طول برنامه میخونم. خب حتما تو طول برنامه سعی میکنیم بخشی از صحبت‌های این دو رو پخش کنیم
نکات مهمی که تو صحبت‌هاشون داشتن، اما فرصت رو در اختیار بیننده ها قرار بدیم. برنامه امشب ما بیشتر میخوایم صدای بینندگان رو بشنویم و ببینیم که آیا برنامه مراسم تنفیذ رو دیدن، اظهارات رو دنبال کردن، به نظر اونها چه حواشی داشته و چه نکاتی داشته. بریم به دانمارک. کسرا روی خط ماست. آقای کسرا سلام بر شما و میشنویم نظرتون رو. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، امروز دیدیم جناب روحانی ادامه سیاست‌ها و نظرات و سیاست‌های تئوریک و عملی که در خصوص کمپین انتخاباتیشون داشتن باز به اون پافشاری کردن، به تدبیر به اعتدال پافشاری داشتن. باید تبریک گفت به مردم عزیز ایران که بالاخره بعد از مدت‌ها که افراط رو توی اصلاح طلبی، افراط رو توی اصولگرایی به نوعی تجربه کردن، دارن با شعارهای اعتدال، با سیاست عملی اعتدال از جانب شخصی که برترتیب اینگونه ایمان داره، اینگونه باور داره که زمینه رشد، زمینه تغییر به سمت اعتدال، به سمت اعتلا در قالب و در بستر اعتدال امکان پذیره. کسای عزیز، من یک سوالی از تو دارم. به نظر تو روزهای اخیر دیدیم خیلی این بحث رو مطرح کردن که در واقع برخی گفتن که آقای روحانی به هر حال منصوب آیت الله خامنه‌ای در گذشته بوده و خب این انتخابات هم نامزدهاش از فیلترهای سختگیرانه شورای نگهبان گذشته. به نظرت آیا آقای روحانی این امکان رو داره که به وعده‌هایی که داده عمل کنه با این شرایط یا خیر؟ به هر ترتیب ببینید، با توجه به تجربه‌ای که حاکمیت در خصوص افراطگری در این 8 سال داشت، به این نتیجه رسید که زمینه اعتدال رو برای برنامه‌های پیشروی کشور، برای اون مشکلاتی که الان کشور داره، به نوعی تجربه کنه. این یک اراده‌ای بود بالاتر از اراده تمام افراطگرایان که عملی شد. دیدیم که شرایط انتخابات به نوعی پیش رفت که جلوگیری بشه از هر گونه تقلبی، کما اینکه روز انتخابات هم خود رهبری رأی مردم رو حق و ناس معرفی بله. کرد و شد تسلیم خطامی بر روی تمام گزینه‌های افراطگری. این یک اراده‌ایه برای اینکه به هر ترتیب مردم نشون دادن همون صندوق شماره 110 حوزه رهبری نشون داد که اراده مردم دیگه به سمت اعتدال و به سمت تدبیر و عقلانیته. ممنونم از شما آقای کسرا که آمدی روی خط و نظر دادی. تصویرتون هم از طریق اسکایپ دریافت کردیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه نظرتون رو اگه خیلی کوتاه هست نظرتون رو جمع‌بندی کنید، چون من میخوام به سراغ نخبگان ایران در دانمارک. میخواستم به تمام نخبگان ایران تبریک بگم این فعالیتی رو که شروع کردن، بلخص قانون نخبگان ایران، فعالیت و باوری رو که داشت به عنوان یک سنف مدنی، به عنوان یک کاهی یک خب کسا جان داری تبلیغ شخصی میکنی، اجازه بده فرصت رو به ممنونم که آمدی روی خط، فرصت رو به سایر بینندگان بدیم که بیان نظر بدن و بحث کنن. اما قبل از اون میخوام اگر همکاران من تو اتاق کنترل آماده باشن بریم ببینیم یه بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو ببینیم. امروز رهبر جمهوری اسلامی بعد از اجرای مراسم تنفیذ و خب به هر حال بوسیدن و این رسمی که معمولا هست، در واقع سخنرانی کردن. در بخشی از سخنرانیشون پاسخهایی دادن به دیدگاه‌های آقای روحانی که بعد نیست با هم یه نگاهی بکنیم قبل از اینکه با سایر بینندگان بحث داشته باشیم. این بخش رو با هم ببینیم. نباید توقع داشت که مشکلاتی که در سر راه مردم، چه در زمینه اقتصادی چه در هر زمینه‌ای وجود دارد، اینها در مدت کوتاهی این مشکلات برطرف بشه. در درجه اول مسائل اقتصادی و مسائل علمی است که باید با جدیت دنبال بشود. مسائل سیاسی هم مسائل مهمی است. من تأیید میکنم نظری را که رئیس جمهور محترم ابراز کردند
در زمینه برخورد حکمت آمیز با مسائل گوناگون بین المللی و مسائل سیاسی و مسائل ارتباطات بین المللی و اینها حتما بایستی با برخورد حکمت آمیز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانی داریم که اینها زبان اوغلایی هم خیلی سرشون نمیشه، لیکن ما اون چرا که وظیفه داریم این است که با استحکام با توجه به اهداف والای جمهوری اسلامی بدانیم چه کار داریم میکنیم، اهداف خودمون رو بشناسیم. بخشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم امروز بود که به نوعی خیلی ملایم‌تر اشاره داشت به بحث مذاکره با کشورهای دیگر. خب آقای حسن روحانی در شعارهای انتخاباتش پیشتر گفته بود که مایل به از سرگیری روابط با برخی از کشورها و به نوعی اشارهش به ایالات متحده آمریکا بود، اما آیت الله خامنه‌ای دو هفته پیش در سخنرانی گفته بود که خوشبین به از سرگیری رابطه با آمریکا نیست. اما خب امروز آیت الله خامنه‌ای اسم آمریکا رو نبرد، اما به نوعی باز دیدگاه‌های خودش رو به صورت ملایم‌تر بیان کرد. به هر حال سعی می‌کنیم که در برنامه امشب دیدگاه شما بینندگان رو درباره این مراسم و سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران بیان کرد بشنویم. به سراغ همکارم رویا میریم. رویا، مهمانان برنامه بخشی از حواشی این برنامه بودن. دقیقاً که همونطوری که میگی خیلی از کسانی که اومده بودن، یعنی حاضران و غایبان، جز کسانی بودن که از نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی دور نمونده بودن. جعفر نوشته بود که غایب 30 میلیونی در مراسم تنفیذی که در نتیجه فعالیت و محوریت و رأی مردم تشکیل شده بود، بزرگان و محبوبان دولتسازی چون خاتمی قطعاً دارای بالای 30 میلیون رأی هستن غایب بودند. آیا این تأمل نداره؟ این نظر جعفر بود که من براتون خوندم. همینطور مهدی جامی در صفحه فیسبوک خودش اینطوری نوشته: یک زمانی باید از جماعت مقامات از رهبر تا باقی یاد بگیرند که پروتکل پروتکل است و به هیچ بهانه‌ای نباید آن را زیر پا گذاشت. آقای مهدی نوشته که در مراسم تنفیذ به چه دلیلی می شود از یک رئیس جمهور سابق دعوت نکرد؟ حضور خاتمی می تواند تقویت بنیان نظام و از همه مهمتر استحکام همدلی اجتماعی باشد. این کاربر نوشته: فرصتی که بیت رهبر و انصارش آن را از دست دادن و این تنها بی‌اعتمادی به آنها دامن می زند که روحانی هم برایشان تنها پل عبور از بحرانی است که خودشان درست کردند، اما به هزینه دیگران می خواهند از آن عبور کنند. بعد دوباره می شود همینی که 8 سال آخر زمان در آن بودیم. ممنونم از رویا. خب به هر حال امروز مراسم که برگزار شد، اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشت. دوره قبل، دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، های هاشمی غایب بود، برخی دیگر از چهره‌ها، و در این حال حضور چهره‌هایی مثل سعید مرتضوی، اسفندیار رحیم مشایی به نوعی به حاشیه این مراسم افسود. اما بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو انتخاب کردیم. به هر حال حسن روحانی با اجرای مراسم تنفیذ رسما کار خودش رو آغاز کرد و فردا هم باید در مجلس حاضر بشه که حالا دیرتر بهش اشاره می‌کنیم. اما حسن روحانی تو بعد از اینکه حکم رو تحویل گرفت سخنانی بیان کرد. بخش‌های کوتاهی از صحبت‌های آقای روحانی رو انتخاب کردیم که با هم می‌شنویم. دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت. اگرچه تنگناها و مشکلات کشور فراوان است، اما افق‌های آینده روشن و امیدبخش است. اگر خلق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری معظم انقلاب و امید ملت ما میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز ممکن خواهد بود. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران بود که خب صحبت کرد درباره اینکه خوشبین هست به آینده. اما ببینیم بینندگان ما تا ارتباطمون باهاشون برقرار بشه. امین از کرج از طریق اسکایپ روی خط ماست. امین عزیز سلام بر شما. نظرت رو درباره مراسم تنفیذ امروز و این اصالات میشنویم. با سلام خدمت تمامی هموطنان عزیزم توی سراسر دنیا. عرضم حضورتون در مورد برنامه‌های امروزی که برگزار شد در کنار رهبر معظم انقلاب ایران
چیزی که هست اینه که مطمئناً با شرایطی که به وجود اومده و برنامه‌ای که آقای حسن روحانی داره، حتماً آینده نسبتاً روشنی برای مملکت ما هست. اما مسائلی که ما باید به طور کامل مد نظر داشته باشیم اینه که مملکت یه طوری از نظر اقتصادی و تحریم‌ها انقدر فشار آورده که رو به نابودی رفته و واقعا خسته کننده شده همه چیز. روی این منواله که بعد آقای روحانی با زحماتی که میخواد بکشه نهایت یه سدی رو بتونه درست کنه که این سد باعث و بانی این مسئله بشه که فقط تخریب بیشتر نشه. یعنی واقعیت ماجرا اینه، یعنی کار خاصی آقای روحانی توی 4 سال نمیتونه بکنه، فقط صرفا اینه که با زحماتی که بتونه بکشه فقط بتونه جلوی این ویرانی رو بگیره. همین عزیز، یک سوالی ازت دارم. آقای خامنه ای امروز تو بخشی از سخنانشون گفتند که مشکلات اقتصادی مشکلات زیادی هست و نمیشه در کوتاه مدت این مشکلات رو حل کرد. این مشکلات ناشی از چیه؟ اشاره کردی تحریم، آیا فقط تحریم باعث این مشکلاته؟ ببینید 100% عدم مدیریت هم از بزرگترین ماجراهاست. ببینید بحث مالی و اعتباری کشور، الان بانک‌های ما از بدترین شرایط ممکن رو واسه مردم ما ایجاد کردن و هیچ کسی هم نمیخواد پاسخگو باشه. یه چیزی که هست، امروز در سایت الف وابسته به جناب آقای احمد توکلی من داشتم مطالعه می‌کردم، ایشون برگشتن در مورد این مسئله صحبت کردن، چرا کسی پاسخگو نیست؟ این همه ویرانی، این همه فشاری که بر مردم آوردن، چرا واقعا کسی پاسخگو؟ ما مهمتره که ما مدیریت مناسبی نداریم. خب حالا همین سواله. مثلا ببین وقتی ماجرای اون اختلاس اتفاق افتاد، آقای خامنه‌ای برگشتن گفتن رسانه‌ها پرداختن ولی دیگه موضوع رو کش ندن. آیا فکر نمی‌کنی این نحوه بیان آقای خامنه‌ای باعث شد که اولا نه کسی پاسخگو باشه و نه کسی اصلا رغبت کنه یا حتی جرأت کنه به این ماجرا بپردازه؟ ببین بحث جرأت رو نمیشه به زیاد جلو آورد و بگیم بحث رو امنیتی بکنیم کسی جرأت نکنه. نه، خیلی هم جرأت میکنن. ببینید داخل مسئله انتخابات معاونت مجلس جناب آقای الان فاملی شریفشون یادم نیست که ایشون گفتن مردم اگر رأی دادن دلیلی بر رضایت نیست و این واقعیت ماجرا هم همینه. ببینید بحث امنیتی ماجراست، ما یه سری چیزها رو قاطی پاتی کردیم و هم دیگه ما به یه خورده زیادی دیگه هفتمی جاری به قول عامیانه داریم عمل میکنیم، همه چیز رو با پسرخاله بازی با چیزهای کودکانه داریم اشتباه میگیریم. اگر یه سری چیزها هم خود مردم ما عامه فکرن، اینو باید واقعیتی باید بپذیریم. چرا؟ چون وقتی ما در یه جایی صحبت از این میکنیم که چرا فشار اقتصادی زیاده، چرا این شکلی شده، چرا اون شکلی شده، یه دفعه میبینی طرف برمیگرده بهت میگه که آقا چرا حرف سیاسی میزنی، میگیرن تو، میبرن تو، الت میکنن، برت میکنن. یه سری مسائل اجتماعی مردم ما خودشون باعث و بانی خیلی از مسائل هستن. بعضی اوقات آقا باید بپذیریم، باید بپذیریم کوتاه‌فکری مردم ماست. یه جایی ببین بذار امین جان، ببین یه بحثی هست، من نمیخوام بحث رو دو طرفه پیش ببرم چون بیننده‌های دیگه‌ای هم رو خط هستن، ولی آخه ببین وقتی یه مسئول عالی‌ترین مسئول کشور میگه رسانه‌ها کش ندن یه ماجرایی رو، این میشه که خب حالا نگیم امنیتی، ولی خب خیلی از رسانه‌ها نمیتونن بپردازن. در نقطه مقابلش هست، در کشورهایی که توسعه یافته‌تر هستن وقتی اتفاقی میفته، مثلا مسئولی رشوه میگیره، مسئولی اتفاقی براش میفته، رسانه‌ها میپردازن بهش، مینویسن، جزئیاتش رو فاش میکنن. مثالی برات بزنم، فرماندار ایالت ویرجینیا بحث شد که ایشون رشوه گرفته، یکی از اعضای خانوادهش بهش رشوه دادن یا در واقع یک هدیه‌ای دادن که این شایبه رو ایجاد میکنه که یک قراردادی به واسطه این هدیه شاید به نفع اون کمپانی داده بشه. ایشون به خاطر فشار رسانه‌ها آمد و اعلام کرد، اسخایی کرد و بعد هم در واقع گفت اون هدایایی که گرفتیم رو پس دادیم. یعنی در واقع فشار افکار عمومی رو فراهم میکنه. من به خاطر این از آیت الله خامنه‌ای کد نقل قول کردم که فکر میکنم که این اظهار نظر آقای خامنه‌ای باعث شد که عملا دیگه رسانه‌ها نتونن به اون ماجرای مثلا اختلاس بپردازن که حالا فساد بانکی یا مشکلات بانکی حل بشه. عزیز دلم یه چیزی راحت به شما بگم، آخه به چند نفر شما میخواید داخل ایران بگی رشوه نگرفتن یا گرفتن؟ شما رشوه دهنده ها رو ببینید چند نفرن و رشوه گیرنده ها رو ببینید چند نفرن. واقعا کی میتونه اسم یکی دیگر رو بیاره وقتی همه زنجیروار به همدیگه از
کوچکترین فرد من یه وزارتی رو به خدا نام ببرم. خب مرسی یعنی علی، ممنونم. حالا شما اشاره کردی که فساد اینقدر گسترده است که نمیشه باش برخورد کرد. بیننده‌های زیادی هستن رو خط، ممنونم که اومدی روی خط نظر دادی. رویا جان، این بیننده اشاره کرد به مطلبی که در سایت الف منتشر شده با اینکه چرا مسئولین پاسخگو نیستن. این مطلب برای غرق شدن 12 نفر در کارون بوده و مثلا مطلب بحث رئیس جمهور نبوده و یا بحث تنفیذ نبوده. ولی خب یکی از موزلات تو این که مسئولان جواب نمیدن. بله، اما خب این به بحث امروز ما اصلا هیچ ربطی نداشت در حقیقت. و اینکه من نظر محمد رو براتون بخونم که فکر میکنه تاکید روحانی بر پشتوانه مردم و با قدرت ظاهر شدن در چنین مراسمی نشان از صلابت ایشان و جلوتر و زیرکتر بودن از کانون قدرت و ثروت بود. بهره گیری از تجارب هاشمی و خاتمی موفقیت ایشان را مطمئن تر خواهد کرد. همینطور من نظر دیگه ای بخونم براتون از رضا که نوشته رهبری مشخص بود که سیاست‌های خارجی فعلی رو میپذیره، اما دکتر روحانی هم چندین بار اعتدال رو تکرار کرد و نشون داد میخواد با دنیا تعامل سازنده داشته باشه. گفته امیدوارم که روحانی بتونه در کارش موفق بشه. از بینندگان بیرون از ایران ما کوروش روی خط هست از کانادا. سلام بر شما، نظر شما رو بشنویم. آقای کوروش از کانادا، خب ارتباطمون مثل که با کوروش هنوز برقرار نیست. از الو. کوروش سلام بر شما. سلام، صدامو دارید؟ الو سلام، بفرمایید. خواهش میکنم آقای کوروش. بله، حضور شما سلام عرض میکنم و تمام بینندگان عزیز در سراسر دنیا. حضور شما عرض کنم اگر به مطالب آقای روحانی خوب توجه میکردید میدیدید که بیشتر در حقیقت طلب یه نوع آرامش میخواستن از مردم نسبت به دولت، یعنی به این نتیجه رسیدن که اگر یک حکومتی در یک جای دنیا میتونه دوام بیاره با پشتیبانی مردمه، و در حال حاضر این پشتیبانی و این بودن مردم در صحنه رو اینا از دست دادن. و اونایی هم که میان خب به هر حال یه طورایی گیر دارن که به هر حال یا باید به مهری تو شناسنامه‌شون بخوره یا برای دولت کار میکنن. ولی من خودم که در ونکوور هستم الان دارم میبینم خیلی از آقایونی که در اونجا صاحب در حقیقت مقامی بودن اینجا میبینیم که خیلی جاها مخصوصا در جاهایی که بالای 1 میلیون دلار هست همشون خونه دارن و زندگی میکنن. و این حساب و حساب پسدهی اگر در کشوری نباشه، چه از یک دونه زمین خوردن، چه از یک مسئله دوچرخه، تا چه مسئله بانک مرکزی، اگر این نباشه و دنبالش رو نگیرن و به نتیجه نهایی نرسن، هیچ چیزی در کشور به نتیجه مطلوب خودش نخواهد رسید. به این دلیله که اگر شما توجه کرده باشید در کشورهای اروپایی و آمریکایی یک مسئله پیش بیاد ممکنه 20 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه. بله. ولی انقدر دنبالش میدن تا اینکه اون در حقیقت دلیلی که این مسئله رو پیش آوردش یا این مسئله چطوری شد که به اونجا رسید اونو پیدا کنن و اونو رفع کنن و دوباره تکرار نشه. و اینی که آقای خامنه‌ای در حقیقت میگن که شما کشش ندید، این در حقیقت میشه گفت یک دوای آرامشیه که میذارن تا فردا ببینیم چی میشه، یه همچین چیزیه. ولی از نظر پایه و استحکام اجتماعی که اینا بخوان، خودشون هم میدونن که اون پشتیبانی اجتماعی را دست دادن و این پشتیبانی اجتماعی که یک دولت نگه میداره. و امیدوارم که آقای روحانی با البته خب با تحصیلاتی که در انگلستان داشتن و با به هر حال درایتی که ایشون دارن، امیدوارم بتونه اون اعتماد ملی رو به دولت برگردونه و این ملت رو در حقیقت یک دست بکنه. بله، هیچ کس نمیتونه بگه در یک خانواده 4 نفره شما نمیتونید در حقیقت سنگ روی سنگ نگه دارید، چه برسه به یک ملت 72 میلیونی. ولی به هر حال یک اعتماد نسبی باید در اجتماع باشه. و اینی که آقایون از این طرف و اون طرف و این کشور و اون کشور و این ور و اون سر در بیارن با میلیون ها دلار و خرید، خب اینا رو که داریم میبینیم دیگه. بله. چیزی که نمیتونم دنای کنم. بله. اینی که البته ببینید ناگفته نمانه، جمهوری اسلامی این مسئله رو داره به صورت یک شمشیر دو لبه داره به کار میبره. ببینید یک لبش خود شمشیر خود در حقیقت حکومت ایران رو در بر گرفته و
طرف لبه دیگرش در حقیقت کشورهای دیگر رو نسبت به اروپا و آمریکا داره بدبین میکنه که اگر یک زمانی این مسئله سر اونا بیاد چطوری میشه. ممنونم آقای کوروش عزیز که آمدی روی خط نظر دادی. بیننده دیگری هست، مجید از ایران هم روی خط ماست. مجید، نظر شما رو هم بشنویم و ببینیم شما چه فکر میکنید. الو، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم، استدلال میکنم نظرتون رو بفرمایید. خسته نباشید، من مزاحم شما شدم. فقط من میخواستم بگم آقای سیگارچی که من توی انتخابات شرکت نکردم، چون آقای روحانی هم مثل بقیهشون یه شیخ هست، یک آخوند هست. یک آخوند اگر توی جامعه قرار بگیره خرج خودش رو نمیتونه، خرج خودش رو به تنهایی، نه خانوادش، یک کاری بکنه در جامعه. ما رفتگر داریم، پزشک داریم، مهندس داریم، اینا هر کدومشون یک کاری در جامعه میکنن. یک شیخ به تنهایی خرج خودش رو نمیتونه در بیاره. من نمیدونم چطور ملت ایران از یک شیخ انتظار دارن که بتونه مشکلات مملکت رو حل کنه. بله، ممنونم ازت مجید که آمدی روی خط نظر دادی. این هم نظر دیگر بیننده بود. رویا، بپردازیم به فضای مجازی. سخنای امروز روحانی برای علی لذت بخش بوده و گفته حرفایی که زده کاملا مخالف حرفای آیت الله خامنه ای بوده و گفته که از الان بر قولهایی که به مردم داده بود تاکید کرد در مقابل رهبر. همچنین حسین معتقد روحانی الان در شرایطی نیست که بخواد با سخنرانی هاش اهداف خودش رو مشخص کنه و باید صبر کرد، اما گفته که خامنه ای تو صحبتاش خط قرمز رو در رابطه با کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان کشید و حتی چند بار هم اسم اینها رو تکرار کرد و بر اونها تاکید کرد. اما رضا میگه که علی خامنه‌ای در صحبت‌های امروزش خطاب به مردم گفته، اگر فکر می‌کنید تغییری در وضع جامعه رو خواهد داد، سخت در اشتباهید. ممنونم ازت. از آلمان مجید روی خط هست. مجید عزیز سلام بر شما، نظر شما رو می‌شنویم. علیکم، خسته نباشید. سلام می‌کنم. ببخشید، خواستم یه تذکر بدم. این اولین اشتباهی که آقای روحانی کرد در این جلسه اینه که بزرگترین حامی خودش رو، یعنی آقای خاتمی، نتونست توی جلسه بیاره، در حالی که رئیس جمهوری که منقضی هستش تونست افرادی بیاره در این جلسه که محکوم شدن یا مشکلاتی داشتن توی این مملکت. ما متاسفانه نمیدونم چرا این کار کرده ایش هست. ممنونم. نکته‌ای رو که گفتید پیشتر هم رویا بهش اشاره کرد، برخی از کاربران تو فضای مجازی هم در موردش بحث کردن که چرا محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق که از آقای روحانی حمایت کرده بود در این مراسم نبود. تقریبا از مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد آقای خاتمی در دیدارهای عمومی آقای خامنه‌ای حضور نداشته و شاید خب به همین دلیل بوده. و نمایندگان مجلس هم برای مراسم تحلیف گفته بودن اگر آقای خاتمی میخواد در مجلس روز یک شنبه حاضر بشه باید قبلش بره در مراسمی که در مراسم عمومی آقای خامنه‌ای شرکت کنه. من اینقدر این حضرات رو اسمشون رو گفتم که قاطی کردم. اما بیننده دیگر رضا از شیراز روی خط ما. رضا عزیز سلام بر شما، نظر شما رو میشنویم. سلام بر شما آرش جان، منم خدمت شما و همه همکاران و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. عرضتون شما عرض کنم که آقای روحانی متاسفانه بعضی با تحلیل هایی که میکنن آقای روحانی رو خارج از ساختار جمهوری اسلامی تعریف میکنن. به نظر من این اشتباه، آقای روحانی رو باید در همون ساخت جمهوری اسلامی تعریف کرد. شما اگر این تعریف رو بکنید خیلی از جواب خیلی از سوالات داده میشه. متاسفانه بعضی ها میان یک انتظاراتی بیشتر از این ساختار و این مسائل دارن. همونطوری که خود صحبت‌های ایشون بود، آقای روحانی فقط میخواد فضا رو به سمت به اصطلاح آرامش و ترتیب شدن ببره. خب البته آقای روحانی اشاره هایی هم میکرد که مثلا تحریم ها رو خوشبین هستم که بردارم و فضای اقتصادی بهتر بشه. به هر حال اینا وعده‌هایی که آقای روحانی بارها روش تاکید کرده. قطعاً شما آقای روحانی همونطوری که تو صحبت‌هاش اشاره به منافع ملی کرد، گفتش که ما منافع ملی ایران رو
در نظر خواهیم گرفت. ایشون همونطوری که تو تبلیغات انتخاباتیشون هم گفتن که ممکنه به اصطلاح ما باید به اصطلاح همونطوری که به هسته‌ای باید نظر داشته باشیم، چرخ سانتریفیوژ ها باید به چرخه، چرخ اقتصاد هم باید به چرخه. ایشون یک نظر به اصطلاح تعاملی دارن با دنیا. به نظر من وضعیت یه طوری الان فضا مساعد هست، آقای روحانی یه حمایت مردمی رو پشت سرش داره و از اون طرف جناح‌های سیاسی چه بخوان و چه نخوان مجبورن با آقای روحانی تعاملی داشته باشن. به نظر من دنیا هم الان به یه سمتی باید بره به اصطلاح این وضعیت هسته‌ای و بحث تحریم‌ها رو به اصطلاح تعامل کنه با روحانی، چون واقعا یک به اصطلاح صدای به اصطلاح متعادلی از داخل ایران بلند شده و اگر ما بخوایم این به اصطلاح حرکت رو شد کنیم، جلوشو بگیریم، به نظر من این دیگه اصلا هم جریان دموکراسی و هم به اصطلاح جریان‌های مدنی در ایران سرکوب خواهد شد. ممنونم رضای عزیز که از شیراز آمدی روی خط نظر دادی. خب این روزها در واقع همزمان با مراسم تنفیذ و تحلیل بخش فارسی صدای آمریکا برنامه‌ای ویژه‌ای برای پوشش خبری این مراسم داره، هم امروز که همکاران من در ساعت خبر و اخبار شامگاهی داشتن و البته فردا هم برای پوشش مراسم تحلیف در واقع سوگند حسن روحانی آماده هستند که برنامه‌ای ویژه داشته باشن با مهمان‌های مختلف که بتونن بحث کنن. یک تنفسی داشته باشیم که اشاره‌ای داره به زمان دقیق این برنامه، بعد برمیگردیم نیمه بعدی برنامه رو با شما بینندگان عزیز ادامه میدیم. من دولت تعیین میکنم، سوگند یاد میکنم، مقلد امام و فرزند ملت. ببینیم مردم به چی رأی دادن. اما مردم چه رأی دادن؟ آقای خامنه‌ای. انجام این مسئولیت در پرتو آشناتر شدن مردم با حقوق خیش. نگاهدار باشم. خب آگهی پوشش خبری برنامه ویژه بخش فارسی صدای آمریکا بود برای مراسم تنفیذ و تحلیف که فردا است، البته ساعت 9 شب میتونید از ساعت خبر به پیگیر باشید. اما همکارم رویا ببینیم که چه دارد. هنوز حاشیه‌های این تنفیذ داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. یک از حاشیه‌های نحوه نشستن دو رئیس جمهور دهم و یازدهم در کنار رهبر ایران بوده که در کدام سمت نشستن و در کنار چه کسانی نشستن، که دو رئیس جمهور در دو سمت آقای خامنه‌ای نشسته بودند. برادران لاریجانی دو طرف نشسته بودند و دو معمم، یعنی صادق لاریجانی، احمد جنتی، محمود احمدی نژاد و این طرف هم حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و اون طرف علی لاریجانی. دقیقاً این خیلی برای کاربران جذابیت داشت و همینطور اینکه بعد از اینکه پایان تنفیذ اتفاق افتاده چه اتفاقی افتاده، احمد نژاد کجا رفته و روحانی کجا رفته، گویا با هیئت همراه رفتن به دفتر ریاست جمهوری و رئیس جمهور دولت دهم در حقیقت تحویل داده و آشنا کرد آقای روحانی با کارمندان دفتر ریاست جمهوری و از اونجا سوار ماشین شده و به نارمک رفته به منزلش. اما من برایتون نظر احمد رو میخونم که در صفحه فیسبوکش اینطور نوشته، نوشته خوشحالم که بسیاری از رفتن احمد نژاد خوشحالند، ولی من هرچه بخواهم به خودم فشار میآورم نمیتوانم خوشحال باشم، چون فکر میکنم این تغییر محسوسی نیست. سرنخ در دست آقا بوده و آنچه در روزهای گذشته دیدیم و شنیدیم حکایت از این دارد که نخها همان نخواست و دستها همان دستهاست. تنها چیزی که تغییر کرده عروسکی است که این نخها تکانش میدهد. ممنونم. محمد رضا روی اسکایپ ماست. فقط قبل از اینکه با محمد رضا صحبت کنیم بگم که هادی و احمد هم آماده باشن که از تهران، فکر میکنم بین این دو دوست تهرانی هم بحثی داشته باشیم. اما اول بریم به سراغ اسکایپ. محمد رضا از تهران از طریق اسکایپ با برنامه روی خط در ارتباطه. سلام بر شما، نظرتون رو میشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز مراسم رو که من تماشا میکردم، شاید یکی از کلیدی ترین صحبتهایی که از طرف آقای روحانی مطرح شد، به غیر از حالا حواشی متعددی که شاید داشت و من چون بخشش هم در محل بودم و از نزدیک دیدم، صحبت آقای روحانی در انتهاش بسیار جالب و کلیدی بود که گفتن که خداوند از استبداد رأی و بستن دهان منتقدان به تو پناه میبرم، از خداوند متعال میخوام فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته. فکر میکنم نکته خیلی مهمی در این صحبتشون بود که بعدها و شاید چندی ماه بعد و شاید یک سال بعد ما ببینیم و شاید در انتهای دوره آقای روحانی. ولی نکته ای که دوستان عزیز اومدن روی خط و صحبت کردن، حرف درستی به نظرم زدن و اون هم این که به هر حال ما نباید آقای روحانی، آقای خاتمی یا هر کس دیگری رو خارج از چهارچوب نظام جمهوری اسلامی تصور کنیم و اون ایده که اعتقاد دارن که این افراد منجیوار اومدن که انگار یک بهشت برین رو به ما تحویل بدن، مطمئنن این گونه نخواهد بود. و به قول یک شوخی که الان به قول روی خانم در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی باب شده، این که توقعاتی که مردم از عیسی مسیح دارن خیلی منطقی تر و معقول تر از توقعاتی هستش که از آقای روحانی دارن. به هر حال ایشون هم یک سلسله اختیاراتی داره و با انبوهی از مشکلات و همچنین دخالت‌هایی که ممکنه از نواحی مختلف در کارشون صورت بگیره، این امر طبیعیه. اما احساس می‌کنم در این جلسه بیشتر خیلی میخواستن با آرامش و بدون تنش شروع کنن دورشونو و آقای روحانی فعلا یک هندوانه دربسته است که باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. اما پیشا پیش نباید توقع اینو داشته باشیم که دنیا قرار دگرگون بشه. نه، اتفاقی خوب نمیفته. اشاره‌ای که آیت الله خامنه‌ای تو مراسم امروز داشت که ایشون رو از سال‌هاست می‌شناسم، ایشون در سمت‌های مختلف بوده، همچنین هم آقای روحانی هندوانه سربسته نیست، به خاطر اینکه مسئولیت‌های مهمی در سال‌های گذشته داشته، عملکردش مشخصه، به خصوص اینکه در غرب ابراز خوشنودی زمینی میکنن از بحث سیاست خارجی، به خاطر که آقای روحانی در دوره دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده با مذاکرات پیش برده. خب ببین، البته اگر شما تاریخ حالا انتخابات های ریاست جمهوری مرور کنین، همیشه در احکامی که در مراسم تحویل ریاست جمهوری بوده همیشه این صحبت ها مطرح شده. آقای خاتمی هم رهبری به عنوان یک دانشمند فرزانه معرفی کردن، ولی در انتهای دوره ما رویکرد دیگری دیدیم. آقای احمدی نژاد هم همینطور. هندوانه دربسته میگم به این واسطه که خب در مسند رئیس ریاست قوه مجریه مطمئنن دایره و بست فعالیت ها اونقدر گسترده میشه و تداخل و موازیکاری انقدر در قوه مجریه با نهادهای دیگه هستش که اون وقت اینجاست که تضادها رو ما میبینیم و برخوردهای اولیه رو میبینیم. و از این نظر بله، ایشون نماینده رهبری هستن در شورای عالی امنیت ملی، اما وقتی رئیس جمهور بشن اون وقت یک پای تصمیم گیری میشن و اون وقت تضادها به وجود میاد. بعد ببینیم اون وقت اونجا چه اتفاقی میفته. ممنونم ازت محمد رضا که از طریق اسکایپ اومدی روی خط. رویا جان ببینیم چه داریم. شما از در صفحه فیسبوک نوشته بالاخره یه رئیس جمهوری به جای مردم سالاری دینی گفت مردم سالاری، حالا گفته نمیدونم که واقعا از ذهنش پرید با یا هدفمند گفت. همینطور احسان گفته اشاره کرده به صحبت های حسن روحانی و گفته نیایش های آخر حسن روحانی حقیقتا خیلی سوزناک و منقلب کننده بود و گفته چکیده مبارزات سیاسی 100 سال اخیر این بوده که پناه ببریم به خدا از استبداد رأی و بستن دهان مخالفان. آرش، همونطور که میدونی گوش کردی حتما بحث آقای روحانی در آخر برنامه، آخر سخنرانی خودش اینطور گفت، گفت من سنگینی بار رأی و تنفیذ رو درک میکنم و فقط به خدا پناه میبرم، خداوند این بنده ضعیف را از کبر و غرور و بخل و حسد وارهاند، خداوند را به تو پناه میبرم از استبداد در رأی و در عجله در تصمیم و تقدم منافع شخصی بر منافع گروهی. بار الها یاریم کن، بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است، که این خودش نکته بود که خیلی از کاربرا بهش اشاره میکردن که بر آنچه بر پیشینیان رفته است رو الگوی خودش باید قرار بده. آقای روحانی هم تو گفته که سخن بسیار است، مجال اندک چه بسیار که سخن را کوتاه کنیم و پا در ره نهیم که دراز است راه مقصد و من نومسافرم. ممنونم. بخشای از صحبت‌های حسن روحانی رو همکاران من دارن تصویرشون نشون میدن که خب در مراسم امروز بیان شده. آقای روحانی گفته فرآیندهای مردم سالاری در ایران تثبیت شده و از روندی بسیار شایسته برخوردار است. ایشون گفته حداقل انتظار مردم از دولت جدید
ایجاد ثبات در همه زمین‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهایی است که کشور با آن مواجه است و نکات دیگری که کم و بیش بینندگان در جریان قرار گرفتن. اما دو بیننده از تهران ببینیم احمد و هادی چه میگویند. احمد عزیز از تهران سلام بر شما، نظر شما رو میشنویم. سلام علیکم و خسته نباشید به شما و کارکنان برنامه صدای آمریکا و شما آقای بیگاتی. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم خانم لوریا ملکی. بفرمایید لطفا. من خواستم بگویم امروز من خوشبین نیستم به این تنصیفی که امروز در حسینیه برگزار شد. چرا قربان؟ چون به خاطر این خوشبین نیستم که امروز با آمدن حسن روحانی و تنفیذ آقای روحانی دلار از مرز 3,400 تومان به 3,300 تومان رسید. و تکم از 1,300 به 1,105,000 تومان معامله شد امروز در بازار تهران. من به عنوان یک طلا فروش در دراز مدت چه فکر میکنی؟ فکر میکنی آیا آقای روحانی میتونه شرایط رو به گونه بیاره که ثبات؟ نه آقای روحانی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. هر فعالیت دست آقای خامنه‌ایه. تا وقتی که خامنه‌ای هم از دنیا نره آقای روحانی هیچ کاری نمیتونه بکنه. رو خط وایسا ببینیم هادی از تهران چه فکر میکنه. آقای هادی از تهران، بیننده قبلی احمد اشاره کرد که آقای روحانی دستش بسته است و همه چی به آقای خامنه‌ای برمیگرده. شما چی فکر میکنید هادی؟ به نظر من این دوستان زیادی از حد سیانمایی میکنه. شما اگر تعمل الان در جریانه اینجوری نیست واقعا. شما بازار رو ببینید طبیقا باید پخش میشه. بله داریم میشنویم من و بینندگان. اگه شما به اقتصاد ایران نگاه کنید فقط دستایی که در کاره، چه دستای دولتی چه غیر دولتی هن که نقش تعیین کننده دارن تو بازار ایران. این که الان بگه با روی کار اومدن ایشون این قیمت اینقدر تغییر کرد بالا رفت یا پایین رفت، این نشون دهنده واقعا ساده انگاریه در نقش افراد، اونم اسم افراد، هنوز افرادی که وارد کار نشده، هنوز کابینه چینده نشده. چون احمد میگفت هادی عزیز، احمد میگفتش که آیت الله خامنه ای تعیین کننده است در سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی، بنابراین جابجایی آیه روحانی تاثیر نداره. چی فکر میکنی؟ من نگاه های به ایجون ناپلونی واقعا، یعنی چی مثلا خامنه از اونجا بشته بازار کنترل کنه، این چه حرفی اصلا؟ خب اجازه بده ببینیم احمد چی میگه. احمد عزیز صحبت های هادی رو شنیدی، ببینیم نظر شما چیست. من آقای سیزاتی خوشبین من نیستم به این آقای روحانی. بله چون نگاه کنید اینا همشون بدن نسبت بیادبی نرفا میزنن، اینا همشون یه خری هست. خب حالا توهین بدون توهین کردن نمیشه نظر داد احمد جان. نه 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 آقای سیگاتی اینا همشون با هم هست. بله ممنونم از احمد و هادی که هر دو از تهران بودن، نظرات کاملا متفاوتی داشتن. رویا محمد حسین اما برای ما نوشته که آنگونه که حسن روحانی در مراسم تنفیذ سخن گفت به لحاظ سیاسی یعنی به رخ کشیدن اقتدار در عین اعتزال. همینطور سیامک گفته که مراسم تنفیذ روحانی یک ویژگی مهم داشت، یعنی تنها مراسمی بود که بعد از 8 سال در اون احمدی نژاد اجازه صحبت کردن نداشت و حرفی نزد. همینطور آبیده نوشته واقعا اساسا چه فرقی بین احمدی نژاد و حسن روحانی وجود داره؟ آیا حسن روحانی با حاکمیت مردم بر مردم، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها اعتقادی داره؟ این کاربر نوشته اگر هم داشت در نظامی که یک نفر حق به تو داره چه کار اساسی از رئیس جمهور برمیاد و یا چه تغییر اساسی میتونه ایجاد کنه؟ من تقریبا ساعت 2 صبح دارم این اخبار رو پیگیری میکنم ولی بعضی وقتا این بینندگان نکات رو می‌بینن که ما بهش توجه نمی‌کنیم. از جمله اینکه آقای احمدی نژاد امروز سخنرانی نکرد و فقط حکم رو آورد داد به آقای روحانی. نکته جالبی بود، من توجهم جلب نشد. اما خب آقای خامنه‌ای امروز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی نکاتی رو هم اشاره کرد، از جمله که ایشون در واقع مشارکت مردم رو به نوعی تایید کننده این که در ایران دموکراسی و مردم سالاری دینی وجود داره دانست و گفت شرکت مردم در مدیریت کشور ویژگی مردم سالاری دینی است. ایشون گفته رئیس جمهور باید توجه کند که مردم ایران یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعالیم اسلامی میخواهند. همچنین آقای خامنه‌ای گفت نباید توقع داشت مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شود. بحث روابط خارجی شو که گفتیم و در نهایت گفتن که جناب آقای روحانی جزو عناصر خدمتگزار قدیمی به نظام و فردی از آزموده شده در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. خب یه مدار این فونت ها به هم ریخته، من عذرخواهی میکنم، خود من هم در خوندنش مشکل داشتم. اما بریم به سوئد ببینیم علی چه فکر میکنه. سلام بر شما. درود و خسته نباشید به کارکنان صدای امریکا
و خسته نباشید. به پشت این اینا که به شما کمک میکنن ما رو میارن رو خط، من ممنونم. خیلی. من تعجبم که میگه این آقای خاتمی نیومده، کی کجا نشسته کی کجا نشسته. چرا؟ شک نکنین که دیشب واسه یه همچون مسئله مهمی دیشب اینا همه هماهنگی شده، تمام دعوت شدن. حتی اینو بهتون شک نکنین بگم که طرح شده چه سوالاتی، چی بگیم چی نگیم، که توی این شک نکنین. این به این صورت نیه که خاتمی نیومده، قابل تعجب همچین. رویا جان تعجب نکن، یا کی کجا نشسته کی کجا نشسته. اینا دیشب زودتر از دیشب اینا نشستن با هم، کی باید بیاد، چی باید بگیم، چی باید بگیم. خلاصه من خدمتون عرض کنم تا زمانی که بیت رهبری و سپاه تصمیم روی رئیس جمهور، که من نمیدونم چطوری بهتون بگم، تو تمام مسائل کشور بیت رهبری داره قضاوت میکنه. من دوست عزیزمون احمد، ما قسمت توهین‌آمیزش خورده من زیاد موافق نیستم، ولی در کل حرف دلشو داره میزنه، درست داره میگه. تمام ملت ایران هم اینو میدونن و من هم میدونم، خود شما هم میدونین. بیت رهبری و سپاه، من همونطور که گفتم خدمتتون، ببینین تا زمانی که کارخانجات ما، شرکت نفت و گاز و کارخانجات مهمی که ما داریم، ما واقعا ثروت زیادی توی ایران داریم، اینا همین الان هم که ما تحریم شدیم، صادقانه اگر مدیریت درست باشه ملت ایران انقدر زرج نمیکشن که به خاطر دارو مرگ و میر توی بیمارستان ها و خیلی مسائل دیگه که توی خیابون ها داریم میبینیم. واقعا من میدیدم اینا رو با چشمم که میوه له شده رو نمیتونست بخره. اینا رو بیاین ببینیم ایرانی ها، اینا رو بیاین ببینیم، همینجور رد نشیم از این چیزا. توی خیابون ببینیم این که ایستاده به خاطر چی داره خودفروشی میکنه، اون که داره دزدی میکنه به خاطر چی داره دزدی میکنه، اون که داره نمیدونم قاچاق فروشی میکنه از شکم پدرش مادرش، این مدلی که نبوده که. جامعه این وادارش کرده. جامعه کیه؟ جامعه ما این. ما وادار میکنیم با این همه ثروت. من متاسفم که چرا ما باید هی داریم میگیم که این رئیس جمهور میاد اون رئیس جمهور، همونطور که احمد و یه سری از شنوندگان عزیزتون دارن میگن، تصمیم گیری اون مقامات بالا میکنه. حالا یه مقدار وقتی یه روحانی میاد روی خط میگه اسلام پیروز شد، یه فوتبال وقتی جام جهانی میره، من نمیدونم چی باید بگم. من ممنونم از علی عزیز که از سوئد اومد. خب به هر حال ما در واقع سعی میکنیم دیدگاه های شما رو منعکس کنیم و مثلا الان شما اومدید نظر رسون دادی، رویا همکار من هم همین کار رو میکنه. رویا من باز آره مجبورم که توضیح بدم که اون نظری که خوندم نظر من تلویزیون صدای امریکا یا برنامه روی خط نیست، نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی. اون نظر هم مقصد جعفر بود که در فیسبوک نوشته بود. اما من نظر کیوان رو براتون میخونم که گفته از امروز شمارش معکوس برای 100 روزی که حسن روحانی وقت خواسته بود که کارا رو در کشور کاری انجام بده شروع شد. این کاربر اشاره کرده به وعده‌های حسن روحانی. همچنین کاربر دیگه این نوشته صحبت‌های امروز خامنه‌ای در مراسم تنفیذ مثل همیشه توأم بود با خطوط قرمز، این کار را برای روحانی بسیار سخت‌تر خواهد کرد. و همینطور سجاد گفته از صحبت‌های روحانی معلوم بود که هرچی حرف قبل از انتخابات زده همش یک جور شعار هستش. این کاربر اشاره کرده به این که گفته البته باید بگم که باید چند وقتی منتظر بمانیم تا رویکرد دولت روحانی کاملا مشخص بشه. آرش، یکی از کاربرا به این اشاره کرده بود، ما داشتیم اشاره میکنیم که چه کسانی در تنفیذ بودن و در دوران محمود احمدی نژاد نبودن، اشاره کرده بودیم به آقای هاشمی، اما این کاربر اشاره کرده به آقای ناطق نوری و همینطور آقای انصاری که در تنفیذ محمود احمدی نژاد نبودن ولی در تنفیذ رئیس دولت 11 حضور داشتن. ممنونم ازت. ایتالیا مصطفی روی اسکایپ ماست. سلام بر شما، نظر شما رو میشنویم. با درود خدمت شما سیگارچی و خانم رویا و همکارانتون. خدمت شما عرض کنم که در مورد مراسم تنفیذی که امروز انجام شد و حالا مسئله حاشیه‌ای که پیرامون دیروز ما داشتیم، شما ببینید ما در انتخاباتی که داشتیم در انتخاباتی که ما داشتیم مردم رأی دادن که یک قشر رو میخوان که معتدل باشه، عقل گرا باشه، نه احساس به اصطلاح روی احساس و همینجوری کتری بخواد یه کاری رو انجام بده. با این رأی قشر به اصطلاح تمامیت خواه به حاشیه رفت. منتها شما در نظر بگیرید دیروز
تحریفی که تو سخنهای آقای روحانی انجام شد توسط خبرگزاری رسمی کشور. ببینید این بار دیگه امریکا، اسرائیل، نمیدونم انگلستان، دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی و ایران تحریف نکردن. ببینید یک موجی رو راه انداختن که به آقای روحانی بگن که آقا ما هستیم، ما به عنوان یک ترمز خواهیم بود هر چقدر شما بگید اعتدال. و مردم همین رو بدونن، آقای روحانی معجزه نمیتونه بکنه. معضلاتی که تو 8 سال چجوری بهتون بگم چالش کشیدن جهان برای ایران به وجود اومده، نه یک روزه، نه یک شبه، نه یک ساله، نه 4 ساله حل نخواهد شد. ببینید 8 سال تحریم برای این کشور وضع شده. خوشبینانه ترین حالت اگر آقای روحانی هیچ مانعی علیهش نباشه و نیروهایی که به صلاح تمامیت خواه هستن مانع ایجاد نکنن، 8 سال حداقل طول خواهد کشید که بخواد این موانع رو به تدریج کم کنه. سازمان ملل امروز نمیشینه یک قطعنامه که 7 سال پیش تصویب کرده و به تبع اون هی قطعنامه رو برده جلو یک شب لغو کنه. امروز اگر به آقای روحانی تمام تلاشش رو بکنه یک قطعنامه رو میتونه اثرش رو خونسا کنه و مسلماً 8 سال طول خواهد کشید. مردم این رو بدونن باید. ممنونم ازت که آمدی مصطفی از ایتالیا روی خط ما و روی خط اسکایپ و نظر دادی. رویا، امروز در صحبتایی که آقای روحانی داشت به اعتدال اشاره کرده بود، در بخش از این صحبتش گفته بود که مسیر استقرار و استمرار مردم سالاری دینی از اعتدال می‌گذرد و تحول خواهی نیز بر مدار اعتدال می‌چرخد. اعتدال همان تحقق معیشت الهی است که برای امت وسط بودن را برگزیده است. اما در همون سخنرانی آقای خامنه‌ای اومده و همین نکته رو گرفته و به این اشاره کرده که راه وسط راه اسلام است و راه موفقیت این است که به دنبال رضای الهی و انجام تکالیف الهی باشیم. خیلی از کاربرا به این اشاره کرده بودن. یکی از کاربرا بهروز بود که گفته بود همین سخنان امروز روحانی و رهبری نشان میده که اینها دو دیدگاه متفاوت با هم دارن و خیلی از نظر این کاربر اختلاف بین اونها جدی بوده. آرش، ممنونم. خب به جنوب ایران بریم. از زاهدان هادی روی خط ماست. هادی، نظر شما رو بشنویم. با سلام به شما آقای سیگارچی، من به نظرم دولت جدیدی که روز بر کار اومدن بیش از هر چیز به همراهی همه مردم احتیاج دارن تا بتونن اون وعده هایی رو که دادن محقق بکنن. به عنوان یک مثال آقای سیگارچی، من اتفاقا روی سخنم با رسانه هاست. به نظر من نباید تصاویر کودکان آفریقایی رو از تلویزیون نشون بدیم و بگیم اینا مردم ایران هستن، فرزندان ایرانی هستن و به خاطر هدفمندی یارانه ها این اتفاق براشون پیش اومده. این خیلی زشته که ما کودکان سومالیایی رو توی تلویزیونمون ایرانی جلوه بدیم. این کاری که صدای آمریکا کرده و به نظر من اگر این روند رو به خاطر آمریکا یا شبکه‌ها یا رسانه‌های مطمئناً دوست عزیز هادی عزیز باید. اگر کسی این کارو کرده باشه اخطار اشتباهی کرده، ولی مطمئن باشید که همکاران من اگر چنین اشتباهی باشه بررسی میکنن، رسیدگی میکنن. بفرمایید. بله، به نظر من نقش بزرگی که رسانه‌ها دارن در ساخت افکار عمومی بسیار تاثیرگذار هست. همون کاری که آقای احمدی‌نژاد اتفاقا قصد داشت انجام بده، آقای روحانی اومد وعده داد و مردم این وعده رو، این پیامی که آقای روحانی داد رو به مغازشون خوش اومد و بهش رأی دادن. هادی، شما تو زاهدان هستی که اتفاقا خیلی از ایرانیان سنی مذهب اونجا هستن، خب بیشترین رأی رو به حسن روحانی دادن. فکر میکنی مطالبات جامعه سنیان ایران رو بتونه پیش ببره آقای روحانی؟ به نظر من آقای روحانی باید مطالبات همه مردم رو به نظر بگیره. یکی از مطالبات هم برداشتن تحریم ها بود و اینکه بتونه در دیپلماسی کشور به جلو بره. آقای روحانی وعده داده که این تحریم ها رو بر میدارن و با دوست آشتی میکنن. فکر میکنم مشابه همین وعده رو هم آقای احمدی نژاد در سالهای آخر میداده. ممنونم ازت هادی. هادی اول که یه اتهام زد، بعدش هم که در واقع شروع کرد سوال من رو با یک نکته دیگر جواب دادن.
از کارنا براتون بخونم که مراسم رو به دو محور تقسیم کرده، گفته محور اول در متن حکمی که توسط محمد گلپایگانی خوانده شد صریحا به روحانی تاکید شد که در چارچوب خواستهای رهبری عمل کند و مستحضر هستید که رهبری نمیتواند از اوامر سپاه به راحتی عبور کند. البته این نظر کاربره و گفتن که یعنی اطاعت از رهبری اطاعت از حاکم حقیقی این رژیم یعنی سپاه پاسداران. محور دومی که کارن بررسیش کرده گفته در سخنرانی خود روحانی بعد از اخذ حکم آمده صریحا پیروزی خود را از خامنه ای اعلام کرد و نه از مردم ایران و گفته که در ضمن دیدید که مراسم تنفیذ حکم آقای روحانی با روبوسی رهبر شروع شد نه دستبوسی. امید است که این لبخندها تا آخر دولت 11 ادامه پیدا کنه. این کاربر البته گفته بعید می‌دونم این روبوسی ها و لبخندها ادامه دار باشه، زیرا که روحانی کسی نیست که به سپاه باشد و اگر روزی روبروی سپاه بایستد یعنی بر روی آقای خامنه‌ای قد علم کرده و این موضوع باعث تنش بین دولت و رهبر خواهد شد. خب بیننده قبل از زاهدان بود در جنوب ایران، برویم به آن سوی خلیج فارس. در جنوب خلیج فارس در بحرین ابیل روی خط هست، خیلی کوتاه نظر شما رو هم بشنویم. سلام، من میخواستم بگم که من فکر کنم آقای روحانی آخرین برگ برنده این سیستم و نظام هست، به خاطر اینکه واقعا از نظر اقتصادی، از نظر فشارهای مدنی بر ایران، از نظر سیاستهای خارجی این سیستم واقعا مونده توش و این آقای روحانی واقعا آخرین اعتماد مردم برای این نظام و اگر نذارن این 4 دیگه اعتماد مردم بالکل از این انتخابات کسب میشه و متاسفانه امروز آقای خامنه‌ای باید گفت در چارچوب اسلام و همینطور که 30 در چارچوب اسلام جوابگو نبوده. ممنونم از ابی که آمد روی خط نظر داد. حسین هم از تهران روی خط هست. حسین نظر شما رو میشنویم. الو سلام، خواهش میکنم. وقت شما بخیر. بفهمید. با احترامی که خدمت شما دارم آقای سیگاچی، با توجه به گفته‌های آقای خامنه‌ای که فرمودن انتظارات مردم مبتنی بر مبانی اسلامی است، آیا برداشت شما از این موضوع این نیستش که ایشون فرمودن که انقلاب ما یه انقلاب اسلامی بوده و نه یه انقلاب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده؟ درست میکنم یا نه؟ خب من نمیخوام نظر بدم، در واقع شما قراره تو برنامه نظر بدید و من عرایز من اینه که در نتیجه ما نمیتونیم هیچ توقعی دیگه داشته باشیم، یعنی اقتصاد مملکت ما، فرهنگ مملکت ما همش پیرو چه مبانی اسلامیه و ما باید پیرو اون باشیم که همون چیزی که ازش یه مقدار معتدل‌تر میتونم بگم که ما شیعیان هستیم و یه خورده سختگیرتر این سلفی‌ها هستن که دارن اسلامی رو که دارن پیاده میکنن مثل طالبان. نه خب نظر شماست و نکته دیگری داری حسین؟ چه چیز دیگه میتونم بگم؟ در نتیجه ما باید فقط پیرو رهبرمون باشیم و آقای خاتمی و یا در دوران آقای خاتمی و در دوران آقای روحانی هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. بله ممنونم. به هر حال در ایران غیر از شیعه ها سنی ها هستن، ادیان دیگر هستن، اقلیت های دینی هستن و خب یه دم هستن اصلا شاید دین نداشته باشن و به همین دلیل نمیشود این رو محدود کرد به شیعیان ایران. ممنونم از اینکه آمدی روی خط نظر دادی. رویا من دو تا حاشیه براتون بخونم که در خبرگزاری مختلف منتشر شده. یکی از این خبرگزاری مهر بوده که گفته که تمام کسانی که اون 8 که کاندیدا بودن، در حقیقت نامزد بودن برای انتخابات ریاست جمهوری، هم در این مراسم شرکت داشتن و اشاره کرده بوده به آقای قرضی، یکی از این کاندیدا که تمام کاندیدا کنار هم نشسته بودن. آقای قرضی گویا از همه جدا نشسته بوده. این خبرگزاری مهر منتشر کرده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی که اشاره کرده بودن به رنگ لباس آقای قرضی براشون خیلی جذابیت داشت که با کت و شلوار گویا سفید به این مراسم اومده بودن. و همینطور صحبت‌های وزیر کشور در مورد انتخابات سال 88 و سلامت انتخابات 92 هم بین کاربران خیلی دست به دست می‌شد که وزیر کشور گفته بود که تمام
انتخابات 92 در حقیقت یکی از حساس‌ترین مقاطع در اوج شکوه برگزار شد و مردم با اقتدا به رهبر و مولای خیش یعنی آقای خامنه‌ای حماسه بزرگ آفریدن. این حاشیه‌ای بود که در حقیقت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت منتشر می‌شد. من نمی‌دونم وقت داریم که من براتون نظر مشاورم براتون بخونم که گفته که مراسم امروز متأسفانه باید گفت که سیاست خارجی ایران با مراسم امروز مشخص شد و کارآمدن آقای روحانی هیچ تفاوتی با قبل نخواهد کرد، چرا که اساساً تصمیم گیری اول و آخر با رهبر هستش. اما خب همینطور که میدونی آرش، فردا باید آقای روحانی در مجلس بره و سوگند یاد کنه که به قانون اساسی پایبند هستش و به مردم ایران از حقوق اونها دفاع میکنه. بله، دفاع میکنه از اسلامیت نظام. و فردا برنامه رو گذاشتیم روی تحلیف. از همه میخوایم که در فیسبوک از همین الان میتونید پیغام بذارید و فردا از طریق تلفن با من و آرش همراه باشید. خب معمولا شنبه یک شنبه ما برنامه روی خط نداریم، اما به خاطر این مراسم پوشش خبری، مراسم تنفیذ و تحلیف این هفته برنامه داریم. از اینکه با من و همکارم رویا و سایر همکارانم همراه بودید از همه شما تشکر می‌کنم و تا فرصتی بعد خدا نگهدار. شب خوش. ممنون.